ما بحث باینری ها رو انجام دادیم. خب بریم دیگه کم کم بحث ترنر اپریتر و ایزا. این ایزا رو من بگم دونستنش خیلی خوبه، یعنی واقعا کاربردی. مثلا شما یه دالار ایکس مساوی 100 اکو، اینجا من ایز اینت دارم. خب میبینید ایز اینت اینتیجر، اینا مواردی هستش که شما میتونید قرار بدید ایز اینت و ایز اینتیجر. من میام اینجا ایز اینت یک تابه است. تابه ها چی هست؟ نها کنین هر جا مکعب دیدی، حالا با هر رنگی توی ویژوال استودیو کد، و اینکه اینجا کلمه کلیدی فانکشن رو نوشته بود، یعنی اینکه ایشون باید حتما پرانتز باز و بسته باشه و میتونی در واقع بشه ورودی رو بدید به نام ایکس. بعدا اینا رو در موردش کامل صحبت میکنیم جلوتر. میذارم این مقدار یک رو برگردم. مقدار یک یعنی چی؟ تروه، یعنی اینکه کاملا صحیح. حالا اگه من میمادم اینجا مقدار رو صد میذاشتم طبیعتاً هیچی نشون نمیداد و به این صورت میتونی اینو بردامپ بکنید که یه مقدار راحت تر بفهمید داستان رو. is int و اینجا دالر ایکس. چرا من اینا رو میگم؟ بعدا توی امنیت که میخوایم ما هم یه کار بکنیم امنیت رو پیاده بکنیم اینو به درد نمیخوره. من ترم پیش امنیت رو یه مقدار گفتم به بچه ها، این ترم انشالله سعی میکنیم کاملش کنیم. امنیت رو در حد 60-70 درصدش رو گفتم، این ترم حتما کاملش بکنیم. خب اینا مواردی که مهمه. مثلا داره طرف کوئری میزنه، کوئریه چیه داستان؟ من باید بیام اینا رو بررسی بکنم. اینت اینت نیست یا اینتیجر الان مثلا بله بخواهم همینو بزنیم ببینیم چی برگشت. فالس اینم بزنیم ترو. چون تابه کنترل F5 رو که میزنی میگه alias of is int، مادری از is int. همین شد. alias چی بود توی جاوا اسکریپت؟ از میکردی import فلان از یه اسمی، دقیقا اسم مستعارش همون is int. در میبینی alias اسم همون alias مادرش هم. خب is integer ما یه چیزی هم داریم به نام int val. int val هم خروجیش چیه؟ نه چی نوشته؟ دقت کن convert. آها ایشون عملیات کستینگ رو انجام میده. گیرم اینجا شما دالر ایکس رو بهم میده، این مگه استرینگ نیست؟ درسته؟ من اومدم خواستم تبدیلش کنم به عدد. چی بود؟ استرینگ بود، تبدیلش کردم به عدد. نکته بسیار مهم، شما میتونید یک تایپی رو مثل استرینگ چینج بکنید توی اینتیجر یا فلوت یا بولین. خب از int val استفاده میکنم برای تبدیل کردن string تو integer. int val یعنی آقا تبدیلش کن، مثلا string رو به چی؟ به عدد صحیح. int val که دارم float val هم دارم. float val رو اگه dollar x رو بهش بدیم چیکار میکنه؟ تبدیل میکنم از نوع تایپ float. غیر از فلوت ول دیگه چی دارم؟ بول ولم دارم. الان میام اینجا دالر ایکس رو بهش بدم چی برمیگردونه؟ ترو برمیگردونه. چرا؟ چون توش احسن هر آنچه خالی بود خروجیش چیه؟ یعنی چیه؟ فالسه. چرا؟ هیچی توش نیست، هیچی فالسه، هیچی فالسه. صفر صفر فالسه، نال فالسه. خب حواستون باشم استرینگ خالی صفر
نال اینا همه اگه ای توی بولول بذارین، بولول که بذارید خروجیش چیه؟ فالسه. آیا من اینا رو باید بلد باشم؟ ببین شاید تو 10 تا پروژه از این استفاده نکنید ولی باید بدونید همچین چیزی هست. او اینا بهش میگن کاستینگ. کاستینگ های من چیا بوده؟ اینتول تبدیل هر چیزی به عدد، فلوت ول تبدیل هر چیزی به فلوت، بول ول تبدیل هر چیزی به نوع بولیان. این سه تا موارد مهمیه. یعنی الان من اینجا مثلا استرینگ خالی بذارم، حالا گیرم مثل اینا نیستم، استرینگ خالی بذارم فالسه، اگر صفر بذارم فالسه، اگر نال بذارم فالسه، اگر آرایه خالی بذارم فالسه. آرایه خالی بعدا نمیشه، هر چیزی که خالی بود بذارید توی بولول، تبدیلش که میکنه چیکارش میکنه؟ تبدیلش به فالس میکنه. خب حالا من اینت ول و فلوت ول و بولول و استیار ول و استرینگ ول چی میشه؟ اگه اینجا من صد بذارم، آها ولی کله استرینگش. اینا خوبه که بدونید، خیلی هم ساده است. تبدیل انواع تایپ ها به هم دیگه، الان مثلا این از نوع فلوته، هم بزنمش میکنمش استرینگ، یا این رو میکنم استرینگ تبدیلش میکنم به اینتیجر. کدومشون به درد من میخوره؟ ببین بعدا من با این خیلی کار دارم، تو امنیت ها تو این خیلی من کار دارم، با بولول هم خیلی کار دارم، باز توی امنیت. اینا دیگر زیاد بکنم، استرینگ ول و فلوت ول اینا زیاد بکنم، ولی اینت وله بکارم. چرا؟ چون یه دفعه دارم دیتا رو از روی آدرس میگیرم، دیتا که دارم از آدرس میگیرم ممکنه طرف اینجا داره پارامتر بفرسته برای اینکه یه دیتایی رو بگیره، مثلا اینجا میخواد بگه آیدی مساوی 100. خب الان میام اینجا اینو میشه راحت گرفت، میام اینجا برمیگردم میگم دالر ایکس، ما یه سوپر گلوبال داریم به نام گت، برمیگردم میام آیدی، بیا اینجا برای من وردامپ کن مقدار کیو دالر ایکس رو مقدار 100 برگردم. ببینی این مقداری که اینجاست، حالا اینا من میسم تورج آرمین چی برمیگردونه؟ تورج آرمین. حالا طرف فرض کن بیاد اینجا کوئری بزنه، میخواد سایتت رو هک کنه، چیکار چجوری؟ مثلا سلکت استار فرام یوزرز، خب بعدا نشونتون میده کارای میشه کرد، یه جوری میشه طرفو پیچون، عملیات فیشینگ میخواد انجام بده، چجوری همه اینا رو بهتون میگیم چه شد. حالا تو اینو اینجا میزنی چه اتفاقی میفته؟ select star from users، آقا هر چی تو یوزرش هستش همه رو بده من. خب من اینو چیکار بکنم که اتفاق نیفته؟ خب من میدونم خروجی این استرینگه، حالا شما که نمیدید بعدا یاد میگیرید، int ولش میکنم، int ول اینو میدم بهش، چی میشه؟ صفر برمیشه، میبندم جلوش، جلوشو میبندم. اوکی حالا تازه ما کلی هم اینجا تابع دیگه ای داریم که نجات اون میده اتفاق نه. پس اینا کاربرد دارن، من فکر نکنم رو هوا دارم میگم رد میشه. پس ما گزینه اینت ول داریم، فلوت ول داریم، بول ول داریم و استرینگ ول داریم. برای کاستینگ اصطلاحا تبدیل انواع عناصر به هم دیگه است. این از این. من ایز اینت دارم، ایز اینتیجر دارم، فلوت دارم، دیگه استرینگ دارم. آقا بررسی کنم ببین استرینگ هست یا نه، خروجیش بولیانه. ببینی داره می‌نویسه اینجا خروجیش بولیان. حالا میگم بعدا اینا رو همه رو با هم کار می‌کنیم، هنوز شما تعابیر رو یاد نگرفتید، واسه من اینجا می‌نویسم تورج، نمیاد به من. اگه بردام بگیرم گزینه دالر ایکس رو، میگه خب ببین به من ورودی چی داده؟ استرینگ داده، من خروجیشو ترو برمیگردونم. خب حالا اگه من اینجا صد بدم چی؟ is string، این یه استرینگ نیستش. یعنی در واقع داره تایپ ها رو بررسی میکنه. چهار تا تایپ رو شما یاد گرفتید، string دیگه int float boolean null. من همینجوری که is string دارم is null هم دارم. آقا این nulله؟ آره این الان nulله، ضروره. حالا مثلا من صفر بدم ناله، آیا صفر ناله؟ فالس. آقا صفر نال نیست، نال یعنی هیچی، صفر نیست آیا، فکر نکنه صفره. پس is نال، is
int بررسی کنم این عدد is float دیگه is null. خب اوکی استرینگه، آره اون بولیانه که خروجشو برمیگرده میخواد. این استرینگ اینو اینجوری بذاری میگه آقا این بولیان نیست، ولی اگه من اینجا بگم استرینگ، خب این استرینگه چه اشکال نه یه استرینگ میام اینجا بررسی میکنم میگه تونه. این اسپیس هم یه استرینگه با کد اسکی خودش، ولی این حالت هم میشه استرینگه. اوکی خب پس من is string دارم که میاد بررسی میکنه و true یا false میده، is int دارم، is float دارم، is null دارم، is boolean دارم، همه اینا رو ما داریم. is زیاد داریم، is direction دارم، is double دارم، مثلا is file دارم، مثلا عکس بذاریم اینجا، is executable دارم، executable چنین اصلا برنامه اجرا میشه یا نه، is finite دارم، مقدار بی نهایت نباشه، float، infinite، integer، iterable یعنی قابل شمارش باشه، link، long، none، not a number، null، numeric، object، readable، read، resource، scholar، همه اینا هست. اینا مواردی هستن که writable، مثلا شما میتونی توش چیزی بنویسی یا نه. دوباره اینجا داره تکرارش، بگو. is int منظورته؟ is none. is none این چیه؟ مثلا شما اینجا بگو 10 تقسیم بر تورج، این میشه؟ اصلا تایپشو داره میگه اینتیجر تقسیم بر است، میگه آن ساپورتد پروگرام، میگه من اینو ساپورت نمیکنم. مثلا اینجا تی 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 بزن، این چی برمیگردونه؟ must be type float string. خب is none 10 و 4 5 6. خب بیام اینجوری بدم، میده فالس، چیزی که داره برمیگرد نامبر نیست دیگه، عدد نیست دیگه، این فلوته دیگه. حالا اگه اینجا 10 میذاشتم چی؟ بازم فالس داره برمیگرد، بازم عدد حساب برمیگرد. نه نات نامبر باشه، میگه این نات نامبر نیست، عدده. خب دیگه اوکی نه نات نامبر، نگاه کن نات نامبر، نامبر نباشه، is not a number. تو باید یه چیزی به این بدی که نامبر نباشه. مثلا من اینجا میگم دالر x مساوی 10 تقسیم بر تورج. خب میام اینجا دالر رو چه خرد پرش x underline 1 x underline 1 خب دالر، ای خدا اوکی میام اینجا برمیگردم فتال ارور دار تو جاوا اسکریپت not a number مثل آدم کار میکنه. چی بهش بدم؟ اصلا قبول نمی کنه. آقا استرینگ که استرینگ دیگه، یه چیزی که نات نامبر باشه. بایستیم نات نامبر میده پی ایچ پی. نه بذار من یه دقیقه سرچ کنم، نه داری رایی ساندر رو باید ایز نه بذار اینو بیارمش بالا، یا خود این سایت خود پی ایچ پی داد نتا، هرچی بخواد بخواد بخونید اینجا، واقعا گزینه خوب. مثلا یه اری داده، چی هست بلکه ما دو ساعت بخونمش. آها مثلا اینجا is none، دی بی است میگه نامبره دیگه، پس فالسه. آرک کوسینوس مثلا خب خدایش خیلی چیز چرتیه دیگه، تو پروژهاتون بهش نمیخورید پس مایدن. یعنی الان مثلا مثل آرک کوسینوس ای کوسینوس داریم ما، ای کوسینوس مثلا همین به قول این یک صفر یک. خب این بعد رادیانش رو برگردونم حدود مثلا بعد پی برگردونم چیز صفر برگردونم ببین چی برمیگردونم میگه تو رو تو پروژهاتون مثلا این نات نامبر ترمه یه چیزیه که شاید چی بگم بگم کاربرد داره نداره نمیدونم. آرکوسینوس اینا رو میدونید چیه یا نه؟ مثلا آرکوسینوس میشه دقیقا معکوس کوسینوس دیگه. مثلا شما وقتی میذارید کوسینوس پی، خب
پی چیه؟ 180. کوسینوس 180 میشه چقدر؟ میشه منهای 1. آرک کوسینوس یعنی که اینجا من اگه بذارم منهای 1 چی برگرده؟ پی برگرده. خب عدد پی رو برگردونه، 3.14 رو برگردونه. نمیتونه حساب بکنه، میگه آقا نمیتونم معکوسش رو برگردونم. نات نامبر در واقع اومدن نه استفاده. حالا مهم نیست بکنیم. یه سری چیزا واقعا ریاضیاتی عملا بعد ببینیم به کارم میاد یا نه. حالا پس ما اومدیم اینجا الان با چی آشنا شدیم؟ is int که خروجیش میومد بررسی میکنه integer هست یا نه، is string بررسی میکنه string هست یا نه، is float شناور هست یا نه، is boolean boolean هست یا نه، is null بررسی میکنه null هست یا نه، is array بعداً با هم دیگه کار میکنیم array اینا رو میشناسیم. یه is numeric هم داره، ببینم کسی میتونه برای این چیزی حل بکنه. داره ریکس مساوی 100. ما گزینه داریم، من وردام میگیرم میگم is numeric. numeric چیه به نظرتون؟ چی داره برمیگرده؟ میگه find whether a variable is a number a numeric string. یعنی چی؟ or numeric string. این خیلی چیز خوبیه، هر کی ببینم که میفهمه. اصلا عدد هم چیز تو رو برمیگرده. اه الان تو رو برمیگرده درسته؟ آها این میگه تو رو درسته؟ میگه اینجا استرینگ هم باشه تو رو برمیگرده. is numeric حالا از نوع عددی درست؟ رد چیم بریم تو شرط ها؟ یعنی میفهمم اگه عدد تو شرط ها تو استرینگ خوبه دیگه، گزینه خوبیه.